پس نه تسلیتی نه به قولی معروف دست به سر کشیدنی. میگه ایشون 10 سال در جنایات رژیم در تمام مسائل بودن و بعد رفته رفته وجدانشون بیدار شد و نادم بودن و در واقع هر کسی هم که از این راه برگرده و این گونه مسائل، این هم به نظر من یک پیام، یک اطلاعیه و یک باز به نظر من فرمان 5 پادشاه بود که بسیار بسیار سیاستمدارانه مدبرانه بهش پرداخته شد و من با تمام وجودم سر تعظیم فرود میارم روی این اطلاعیه و بیانیه‌ای که در زمان خودش به نظر من بسیار بسیار هوشیارانه به ملت ایران داده شد. اما هموطنان عزیزم، همانطور که بارها خدمت شما عرض کردم، شاهزاده رضا پهلوی، اعلیحضرت رضا شاه دوم، رضا کوروش پهلوی، یک سیاستمدار، یک رهبر، وارث تاج تخت کیان ایران، وارث تاج خسروی است و به سبب اینکه 30 سال در کارهای سیاسی خودش به عنوان یک آس برنده و به عنوان یک رهبری که هرگز هیچ کس تا چند هزار کیلومتری ایشون هم نمیتونه ادعایی داشته باشه، ایشون داره به عنوان یک رهبر، یک سیاستمدار قابل در سطح بین المللی کارهاش رو انجام میده و ما در اینجا به عنوان یک سرباز، من گفتم نه برنامه ساز تلویزیونی هستم نه سیاستمدار هستم، یک سرباز در سنگر مبارزه هستم و آنچه که من میگویم با آنچه که شاهزاده رضا پهلوی، رضا شاه دوم میگوید تفاوت‌های ویژه خودش رو داره، کما اینکه مزدوران و پوزیسیون رژیم نظیر سازگاراها، نوریزاده‌ها و دیگران به سبک خودشون صحبت میکنن، در درون ایران موسوی‌ها و کروبی‌ها فکر میکنن مثلا با مرگ منتظری و رفتن 3 میلیون جمعیت به صحن معصومه و این حرکات و اون شعارهایی که در حد واقعا باور نکردنی در مرکز تشیع خمینی و دار و دستش پیاده میشه، در واقع خنجری سهمگین، دیروز گفتم چه اتفاقی میفته و ما پشتیبانی میکنیم از هر حرکتی که مردم صلاح میدونن در راه تمام کردن این رژیم به کار ببرن و آگاهانه و هوشیارانه آنچه را که مردم انتخاب میکنن برای پیشبرد مقاصدشون رو ازش حمایت میکنیم، در عین حال که شدیداً مواظب شورای امنیت عالی حکومت اسلامی، بازیها و سناریوها و پروژه‌های درون رژیم که هدفش حفظ رژیم، استمرار رژیم به گونه بزک کرده دیگری است و یک مش بی پدر و مادر و مزدور و جیرخار و بنیانگذاران سپاه و نمیدونم قلم به مزنان الشغر الاوسطی یا بچه های اطلاعاتی این دستگاه عربی و اون دستگاه اروپایی و این حرفا برای حفظ منافع اربابانشون الان میخوان ملعمه ای درست بکنند از این که مثلا اون هم در جنب. خوب به من توجه کنید، بازی در خوب پیش بینه، این بازی شطرنج سیاسی به نفع ماست. بدون تعارف آخوند منتظری هم که او را آیت الله عظما منتظری ادعی خطاب می کنند، یک آخوند بود که نقش بسزایی در نابودی زندگی میلیون ها ایرانی، آنچه من میگویم با آنچه تلویزیون پارس یا آنچه تلویزیون کانال 1 و آنچه دیگران بهش پرداختن در 24 ساعت گذشته از زمین تا آسمان متفاوت است. ما هر کدوم راه و روش خودمون رو داریم و ما تنها رسانه مبارز، تنها سنگر مبارزاتی هستیم که با جان و دل و با تمام وجودمون حقیقت ها رو میگیم. بدون تعارف آیت الله منتظری یک آخوند بود که نقش بسزایی در نابودی زندگی میلیون ها ایرانی و همچنین کشور نازنین من و تو ایران داشت. از مرگش خوشحال نیستم و شادی نمی کنم، اما جایی برای دلسوزی و گریه هم نمی بینم. یک
هموطن نازنین من که بعد از مرگ منتظری یک ایمیلی فرستاده بود برای من، میگه چند سال است که صدای زیبای خواننده های زن مملکتم را نشنیدم. 31 سال است که خیلی چیزهایی را که دوست داشتم تجربه کنم به واسطه 31 سال اسلام آقای منتظری و نظراتش حرام یا نجس و یا هر مسئله خرافه و خرافه‌گرایی اسلامیش خوانده شد و آزادی انتخاب را از من و چندین میلیون جوانان نسل من گرفتند. 31 سال است که خواهر و مادرم مجبورند با روسری و چادر بیرون بیایند و 32 سال است 31 سال است که ما در این با همین وضعیت و پوشش اسلامی و بدون هیچ گونه امنیتی که جمهوری جهل و جنون اسلامی برای ما به وجود آورده و اگر نجنبیم تا آخرین لحظه زندگیمون باید به این ذلت و زاری تن بردهیم. امثال آیت الله منتظری ها طبق گفته خود سران مملکت حتی از بیبندوبارترین اصطلاح مسلمان ها کشور ایران رو بردن به جایی که فاسدترین و کثیفترین شخصیت ها به نام سردمداران اسلامی کشور ما رو از قله های ترقی به یک منجلاب عفونت زده انداختند. آیت الله منتظری در طول 10 سال حکومت اسلامی همچون دیگر صاحبان و سردمداران رژیم اسلامی خودشان را صاحب مال و جان و ناموس ملت ایران می دانستند. ایشان بالاخره بعد از این مدت چندی پیش اعلام کردند بهائیان باید حق و حقوق شهروندی داشته باشند و به خاطر این مورد تقدس طرفدارانش قرار گرفتند. آیا حق و حقوق شهروندی بهائیان اینقدر مسئله ناچیز و کوچکی بود که آقای منتظری صبر کرد و 1-2 سال قبل از مرگش در آخرین سالهای عمرش اون رو به خاطر آورد؟ یا ایشان همین چند ماه پیش فرمودند تسخیر سفارت آمریکا کاری اشتباه بود و من طلب بخشش میکنم؟ کسانی که یقه های خود را پاره میکنند و خود را به در و دیوار میکوبند و رگ های گردنشان از حرف هایم ورم میکند، بدانند که این آیت الله هم مثل دیگر آیت الله ها بود و تنها فرقش با آنها در شجاعتش به خاطر پذیرفتن بعضی از اشتباهاتش بود که به واسطه آن اشتباهات سرنوشت چند میلیون ایرانی، سرنوشت من و نسلم به نابودی کشیده شد و چندین نسل دیگر به تباهی و پوچی رسیدند. مردمی که امروز و دیروز در قم منتظری منتظری، حسین حسین، میر حسین یا کروبی می کردن، کوچکترین اهمیتی به این شخصیت ها نمی دهد. آنها می خواهند از این تناب های پوسیده خودشان را از چاه عمیقی که رژیم اسلامی و همین آقایون این ملت را ریخته اند بیرون بیایند. اگر برای اشک ریختن بر جسد بیجان این آیت الله بهانه ای می خواهید، توصیه می کنم همان بهانه بین بد و بدتر را انتخاب کنید. دلم برای هرزه علف های باغ کال پرست می سوزد. رسیده ها ما بودیم که فنا شدیم. در این زمانه بی هیاهوی لال پرست، خوشا به حال کلاغان قیل و قال پرست. چگونه شرح دهم لحظه به لحظه خود را برای این همه ناباور خیال پرست؟ به شب نشینی خرچنگ های مردابی چگونه رقص کند ماهی زلال پرست؟ رسیده ها به غریب و رسیده ها چه غریب و نچیده می افتند به پای هرزه علف باغ کال پرست. میریم و برمیگردیم، با شما خواهیم بود. آنچه که دیدگاه من سعید سکویی در مورد آخوند منتظری است با آنچه که دیدگاه محسن سازگارا، علیرضا نوریزاده، تلویزیون پارس و کانال 1 و یا به طور کلی آنهایی که گنجی و دیگران هست، از زمین تا آسمان فاصله است.
ما در فردای ایران آخوند که بخواد تصمیم در اوضاع و احوال سیاسی کشورمون بگیره خوب و بدش را